خانم کتلی نازنین، خدمت رو سلام عرض میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید خانم کتلی با کارهای بسیار قشنگ بافتنی که همراهشون آوردن. خواهش میکنم، ممنون از لطف شما خانم قهرمانی عزیز. خدمت دوستان عزیزم، بینندگان عزیز، همراهان همیشگی این برنامه عرض سلام، ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در سال جدید خدمت شما عزیزان هستم. انشاءالله تصمیم داریم برنامه های سال جدید رو با آموزش های قلاب بافی که تقاضای بسیاری از شما دوستان بود شروع کنیم و مرحله به مرحله در خدمت شما عزیزان باشم. ما اگر اجازه بدین امروز کار آموزش قلاب رو، خب قبل از اینکه حالا شما تا آماده میشید در واقع مواد لازم رو آماده میکنید، اجازه بفرمایید که من یکی دو تا از ایمیل های دوستان رو خدمت عزیزان عرض بکنم. دوست خوب ما همای نازنین از لندن گفتن که سال نوتون مبارک، امیدوارم سالی پر از سلامتی، سرفرازی، سرور، سروری، سعادت و سبز بودن و سرحال بودن رو همیشه در زندگی داشته باشید و منم امیدوارم که یکی از برندگان شما باشم. سبز باشید و سبز بمانید. ما هم امیدواریم که همای نازنین شما جزء برندگان ما باشید. اما فرصت هستش که من بازم ایمیل ها رو بخونم یا اینکه خانم کتلی کارشون رو بل. اما دوست دیگر ما خانم سغرا عتیق فکر میکنم، ایشون باز هم سال نو رو تبریک گفتن و گفتن لطفاً ایمیل برنامه خانه مهر رو برای من بفرستید، من هرچه تلاش میکنم که برای این برنامه ایمیل بفرستم نمیتونم. من باز هم خدمتون عرض میکنم که سغرا نازنین، به دلیل اینکه حجم عکس ها یک کمی زیاد بوده احتمالاً این اتفاق افتاده، شما مجدداً برای ما عکس های خودتون رو بفرستید و ایمیل بفرستید، حتما دریافت میکنیم و ان شاء الله امیدواریم شما هم جزو برندگان باشید. اما خانم کتلی نازنین و آموزش قلاب، خواهش میکنم. دوستان عزیزم، برای کار با قلاب ابتداعا شما نیاز به قلابی دارید که بتونید با اون کانوای مورد نظرتون رو شروع کنید. معمولا قلاب مثل میله بافتنی، هرچه شماره قلاب پایین تر باشه نازکتر هست، مخصوص نخهای نازکتر هست. هرچه شماره قلاب که روی اون قید شده، به فرض الان این قلاب که زخیم تر شماره 3 و این قلاب که ظریف تر هستش شماره 2 هستش، من برای بافت با کانوا به شما پیشنهاد میکنم که از شماره 2 به بالا قلاب رو انتخاب کنید. قلاب هایی که زیر شماره 2 هستن مثل 0, 1 و 1.5 مخصوص نخ های ظریف ابریشمی هستن که البته ما اونها رو هم آموزش خواهیم داشت، بیشتر برای بافت رومیزی و کارهای موتیف های ظریف از اون قلاب و کانواها استفاده میشه. الان من با کانوای معمولی و قلاب شماره 2 از ابتدا کار رو با زنجیره معمولی شروع میکنم. برای دوستانی که حتی تا به حال کار قلاب رو به هیچ عنوان انجام ندادن، ابتدا از زنجیره معمولی شروع میکنم. کانوای مورد نظرم رو یک بار دور قلاب میپیچم به این شکل. نیاز نیست شما گره بزنید، به همین حد یه دور کانوا رو دور قلاب بپیچین کافی هستش. بعد شروع میکنید، این یه زنجیره روی قلاب برای شما شکل میده، شروع میکنید کانواتون رو با قلاب به این شکل کانوا رو با قلاب میگیرید، سعی کنید لبه برجسته قلاب به رو باشه، به این شکل به زیر باشه، کار بیرون کشیدن نخ یه مقدار سخت میشه. لبه برجسته به رو باشه، دست شما روی انگشت شست شما روی قسمت تخت قلاب قرار بگیره، به این شکل یه دونه که یک زنجیره رو شکل میده بیرون میارید و زنجیره بعد به این شکل. خیلی ساده شما میتونید کار رو با زنجیره معمولی شروع کنید. این زنجیره معمولی هستش. برای بافت کارهایی مثل موتیف‌های مختلف، معمولاً ما بعد از اینکه 4 یا 5 تا زنجیره زدیم کارمون رو گرد می‌کنیم، یعنی زنجیرمون رو نگه می‌داریم، برمیگردیم توی زنجیره اول به این شکل. داخل زنجیره اول یه زنجیره و این کار رو
بهش پایه کور میگیم، یعنی با نخ سوم دوتا نخ رو یکی میکنیم، کارمون گرد میشه. پایه کور به این کار گفته میشه. حالا میخوایم پایه معمولی، پایه کوتاه رو انجام بدیم. پایه کوتاه به این شکل هستش، شما برای شروع دور دوم یه زنجیره معمولی میزنید و به وسط کار، حلقه‌ای که در وسط تشکیل شده، به وسط کار قلاب رو برده، یه دونه زنجیره بیرون میکشید. الان روی میل شما دو تا زنجیره قرار داره، با نخ سوم دو تا زنجیره رو یکی میکنید به این شکل. این پایه کوتاه هستش. دوباره به وسط کار میرید، یه دونه زنجیره بیرون میکشید، با نخ سوم یا زنجیره سوم دو تا زنجیره قبل رو یکی میکنید. این پایه کوتاه معمولی هستش که برای اکثر کارهای قلاب ما از اون استفاده میکنیم. حالا پایه بلند رو میخوایم داشته باشیم. برای بافت پایه بلند زنجیره ای رو که روی قلاب داریم با اون کاری نداریم. یه دونه به حالت ژوته روی قلاب میندازیم، به وسط کار میریم، دونه سوم رو داریم. الان ما سه تا دونه روی قلابمون داریم، با نخ چهارم که زنجیره چهارم ما رو، دونه چهارم ما رو شکل میده، ابتدا دو تا زنجیره اول، بعد دو تا زنجیره دوم رو یکی میکنیم. یعنی کار یکی کردن دونه هامون رو دوبار انجام میدیم. باز ژوته روی قلاب میندازیم، وسط کار که سه تا دونه داریم روی قلاب، دو تا زنجیره اول و دو تا دونه اول و دو تا دونه دوم. این پایه بلند هست. هر جا ما از اصطلاح پایه بلند استفاده کردیم به این شکل باید کار رو انجام بدیم. و پایه دوبل داریم که اینها اصول کار ما هستش. برای پایه دوبل ما یک، دو بار نخ رو روی قلاب میندازیم، دوبار ژوته روی قلاب میندازیم، وسط کار میریم. الان چهار تا دونه من روی قلابم دارم، دوتا دوتا اونها رو یکی میکنم، دوتای اول، دوتای دوم و دوتای آخر. این پایه دوبل هستش. دوباره این کار رو انجام میدم، پایه دوبل، دوبار ژوته روی قلاب، وسط کار، دو تا دونه اول یکی میشه، دو تا دونه دوم و دو تا دونه آخر کار من. این پایه دوبل هست. اگر فرصت داریم خانم قهرمانی عزیز، من آموزش این موتیف رو که کار ساده ای هستش شروع کنم تا هر مرحله ای که فرصت کردیم برای دوستان داشته باشه. خب برای اینکه حالا دوستان در واقع تمرین کنن، بله، این آموزش رو ممکنه یه دز عزیزان اصلا طرز، بله، بافت و کار با قلاب رو نمیدونستن و یاد گرفتن در این برنامه، اجازه بدین تمرین داشته باشن. حتما. تا انشاءالله جلسه آینده ما شروع میکنیم، یعنی گام به گام با شما انشاءالله، و آموزش های بعدی رو تقدیم میکنیم به دوستان عزیز. امیدوارم انشاءالله این آموزش مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه که موارد استفاده هر کدوم از این پایه ها رو انشالله در برنامه آینده، بله، چون ما با موتیفی که انشالله آموزش خواهیم داد، هم به صورت تک تک با موتیف های رنگی به این شکل شما میتونید با رنگ های مختلف این کار رو انجام بدید، برای رومیزی، رو تختی یا حتی بافت کیف و کارهای دیگه از اون استفاده کنید. کلی کار قشنگ ما در کنار خانم کوتلی یاد خواهیم گرفت.